سرخط مهمترین خبرها. تجمع اعتراضی باشندگان ولایات بلخ و هرات در پیوند به ترور اسماعیل هنیه در تهران. معترضان خواستار اقدامات قاطع کشورهای اسلامی علیه این جنایات شدند. شهادت اسماعیل هنیه ان شاء الله العزیز سبب ضعف مسلمان ها نخواهد شد، بلکه سبب اتفاق و اتحاد همه کشورهای مسلمان ها انشاءالله خواهد شد. نشست فوق‌العاده از سازمان همکاری اسلامی در پیوند به ترور اسماعیل هنیه. کشورهای عضو این سازمان ترور هنیه در تهران را نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند. تجاوز و نقص حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران با ترور یک رهبر سیاسی در خاک این کشور اقدام شنع است. و تعلیق فعالیت صرافی‌های بدون مجوز در 6 ولایت از سوی بانک مرکزی. اتحادیه صرافان ما میگویند شرایط اخذ جواز صرافی دشوار است و بانک مرکزی باید در این زمینه سهولت ایجاد کند. ما خواستار از این که هم در تضمین پول سهولت بیا کمتر شود و هم در نشان دادن سرمایه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت می کنم به بسته خبر این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. اقشار مختلف ولایت بلخ با حضور گسترده در مسجد جامع روضه منصوب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس را تقبیح کردند. باشندگان ولایت بلخ همچنان با محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل خواهان اقدامات جدی کشورهای اسلامی در برابر جنایات این رژیم در فلسطین شدند. عزیز الله وحدت گزارش می‌دهد. ادامه واکنش ها و اعتراضات به ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس. اینجا در ولایت بلخ اقشار مختلف جامعه با حضور در مسجد جامع روضه منصوب به حضرت علی علیه السلام جنایت های رژیم اشغالگر اسرائیل را تقبیح کردند. تمام ملت مسلمان دنیا باید دعا بکنه که در حق مردم غزه، در حق مردم فلسطین و همچنان مسلم مردم افغانستان وره اونای هم کسا کامیاب شو و پیری شو در مقابل یهود و نصارا. مردم جهان بدانه بالخصوص رژیم ظالم اسرائیل شهادت اسماعیل هانیه ان شاء الله العزیز سبب ضعف مسلمان ها نخواهد شد، بلکه سبب اتفاق و اتحاد همه کشورهای مسلمان ها انشاءالله خواهد شد. در بخش دیگر این گرد همایی از سیاست های دوگانه سازمان ملل متحد و کشورهای غربی انتقاد و گفته شد که دنیا دیگر فریب شعارهای بشردوستی غرب را باور نمی کنند. ملل متحد و امنیت شورا چی دیده چی پغزی که ماشومان شهیدانی ایجی اغا خلق چی پنادهی که دا امنیت دا تامین اولو شعارو نور کمی اغای چی دیده چی دا فلسطین دا مظلوم و مسلمانان دا شهادت مخوا نسی. باشندگان ولایت بلخ همچنان خواهان اقدامات جدی کشورهای اسلامی در برابر ظلم و جنایت جاری در نوار غزه شده و تأکید کردند که اکنون زمان وحدت و یکپارچگی امت مسلمه فرا رسیده. وحدت اسلام یگانه قوت معنوی هم قوت ظاهری در مقابل دشمن دین اسلام چه یهود چه نصارا هست، متحد بودن چه تاجر هست چه فقیر هست، چه علما هست، چه غیر علما هست، چه مسئول هست، چه غیر مسئول هست، ایروز خاموششتن، شریک نشدن، غم شریکی نکردن، خامخه اینمی مصیبت یهود، دشمنی یهود، جای دیگر را خامخه سرایت میکنه. موضوع فلسطین موضوع یک قوم یک ملت نیست، بلکه موضوع امت مسلمه است، قبله اول مسلمان ها است.
در روزهای گذشته باشندگان کشور هم از شیعه و سنی در ولایت‌های مختلف در گردهمایی‌های اعتراضی فریاد خونخواهی شهید اسماعیل هنیه را سر دادند و جنایت رژیم اشغالگر اسرائیل را تقبیح کردند. عزیز الله وحدت، تلویزیون تمدن، مزار شریف. تجمع اعتراضی در پیوند به ترور اسماعیل هنیه با حضور اقشار مختلف هرات در مسجد جامع بزرگ این ولایت برگزار شد. باشندگان هرات با سر دادن شعارهای ضد اسرائیلی خواهان اقدامات قاطع کشورهای اسلامی در برابر جنایت‌های موجود در غزه شدند. مردم هرات تاکید کردند که آمریکا حامی اصلی این گونه جنایت‌ها در جهان است و امت اسلامی نباید در برابر ادعاهای حقوق بشری این کشور کوتاه بیایند. مردم هرات از دور و نزدیک در اینجا مسجد جامع بزرگ هرات برای محکومیت ترور اسماعیل هنیه و خونخواهی آن شهید تجمع کردند. تجمع اعتراضی همراه با شعارهای ضد اسرائیلی. مردم هرات خواهان وحدت امت اسلامی و جبهه‌گیری واحد علیه ظلم جاری در غزه است. ماشومان، بوتاگان، متعلمین، جورنالیستان او نور عام به وسیله خلق پکې په شهادت باندې رسیدلی دی. د هرات خلق دا شغل غواړي چې مسلمانان یو جسد دی، یو بدن دی، او موږ په هر حالت کې د خپلو مسلمانانو ورونو حمایت او ملاتړ کوو. این تجمع نمایشی از لبریز شدن صبر امت اسلامی است. مردم هرات می گویند رژیم اسرائیل نمی تواند برای همیشه با تکیه بر غرب به ظلم جاری در غزه ادامه دهد. امت اسلامی قطعا پاسخ چنین اقدامی را خواهند داد. اسرائیل غاصب هرگز به اهداف و مقاصدی که داره هرگز نمیرسه. امت اسلام بیداره. با ریختن خون دکتر اسماعیل هنیه طوفان و سیلی برپا خواهد شد که اسرائیل غاصب از نقشه جهان محو خواهد کرد. حقوق بشر یک دعوه هست. حقیقتی شناختن حقوق بشر یا اعراض کردن حقوق بشر او چیز هستند که ما و شما به چشم سر خود میبینیم و ایرا ما به امریکا و برای کسانی که به حمایت امریکا مینازد به اینها واضح میگوییم که امریکا از هر کس حمایت کرده و سرنگون شده. همه برای سرنگونی اینها کافی است که امریکا از اینها حمایت کرده. از سوی هم باشندگان هرات اقدامات محور مقاومت و استادگی در برابر رژیم اسرائیل را ستودند. به گفته آنان زمان همگرایی و حرکت در مسیر واحد امت اسلامی فرا رسیده و خون شهدای مقاومت به خصوص اسماعیل هنیه مسیر فروپاشی رژیم اسرائیل را فراهم کرده است. اگر ما رو بکشن ما زنده تر میشیم و ما حمایت و پشتیبانی خود از مجاهدین حماس و خصوصا تمامی مسلمانان فلسطین اعلام میکنه. موضوع حماس، موضوع فلسطین و در کل قبله اول مسلمان ها امت اسلامی دوباره بیدار کرد. وحدت و یک پارچگی امت اسلام همه روز دایری وحدت و زنجیر اتفاق امت اسلام، زنجیر بیداری فکری هم از جوانان و نوجوانان در هر مذهبی که هستند، وقتی در تحریکات دین مقدس اسلام هستند، یک هدف که امان آزادی قدس و از بین بردن غزه اسرائیل و حامیای زوستگ روی هم جمع شدند. طی دو روز گذشته مردم هرات هم از شیعه و سنی در گوشه و کنار این ولایت فریاد خونخواهی شهید اسماعیل هنیه را سر دادند. باشندگان هرات همچنین خواهان اقدامات قاطع کشورهای اسلامی در برابر ظلم و جنایات جاری در غزه هستند. بانک مرکزی فعالیت صرافی های بدون مجوز را در ولایت های کابل، هرات، خوست، هلمند، غزنی و قندهار به حالت تعلیق درآورد. سخنگوی بانک مرکزی میگوید افرادی که میخواهند در این بخش فعالیت کنند باید مجوز دریافت کنند. با این حال اتحادیه صرافان سرای شهزاده در کابل میگویند شرایط اخذ جواز صرافی دشوار است و بانک مرکزی باید در این زمینه سهولت ایجاد کند. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای قانونمند کردن صرافی‌ها در کشور آستین بالا زده. سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید این نهاد از فعالیت صرافی‌های بدون مجوز در کابل، هرات، قندهار، هلمند، غزنی و خوست جلوگیری کرده و صرافی‌ها برای ادامه کارشان باید جواز فعالیت دریافت کنند. حق صرافانو مخنیوای وکړي چې په غیر قانونی ډولی فعالیتونه ترسره کول. موږ له دې لارې له درنو هیوادوالو په تېره بیا هغه هیوادوالو چې غواړي د صرافیو او پولي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي، غواړو چې د افغانستان بانک ته مراجعه وکړي او د خپلو فعالیتونو د قانوني کولو لپاره له دې بانک څخه جوازونه ترلاسه کړي.
به دنبال این اقدام بانک مرکزی فعالیت صدها صرافی در این ولایات به تعلیق درآمده. آن طرف صرافان میگویند توان تکمیل کردن شرایط بانک مرکزی برای اخذ جواز صرافی را ندارند و خواستار همکاری نهاد هستند. از شنبه به این طرف این پروسه ادامه داره. ما مارکت هایی که غیر قانونی اونا خدمات صرافی به مردم ارائه میکردن اونا رو مسدود ساختیم. تقریبا یو هفته اضافه وقت کی چیز مو گفتن د افغانستان بانک له کوم ورلک شوی مو وختن د افغانستان بانک نه ده چې مو هم د چولن یو غریب او بیوزل قشری مو فقط روزانه چغه اضافه کړو که 200-300 افغانین اضافه کړ نشو کولای. کوم فرماند امارت اسلامي ده یا د افغانستان بانک دغه کومې مادي شې د ټول موږ په ځان باندې تطبیق کړی دي او موږ غواړو چې دغه د غرپې شې دي د بازار تر زر خلاص. برای اخذ جواز صرافی متقاضی باید 6,600,000 افغانی تضمین در بانک مرکزی بگذارد و برای فعالیت هم 66,000,000 افغانی سرمایه داشته باشد. برای فعالیت نمایندگی صرافی 1,300,000 افغانی تضمین شرط گذاشته شده و بین 5-6,000,000 افغانی هم سرمایه. صرافی های کنار جاده نیز باید 200,000 افغانی در بانک تضمین بگذارند و یک شرکت صرافی هم آن را تضمین کند. چهوچن نور هم سهولت را ولی ترڅو چې تړلی دکان پات نسی. از دید اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، پولی که برای تضمین و میزان سرمایه به خاطر اخذ جواز صرافی در نظر گرفته شده، از توان صرافان بالاست و بانک مرکزی باید در این زمینه سهولت ایجاد کند. ما خواستار از اینیم که هم در تضمین پول سهولت بیا کمتر شوه و هم در نشان دادن سرمایه در هر دو حالت و دستفروشا را مطلقا ضمانت بانکی شنه منع کنه وضع شوه و نمو بانکی ضمانت نداشته باشه، جواز شنه هم قیمت نداشته باشه، فقط یک تضمین صرافی داشته باشه. بانک مرکزی میگوید از آغاز صدور جواز صرافی تا کنون بالاتر از 11 صرافی و خدمات پولی و نزدیک به 600 نمایندگی جواز فعالیت دریافت کردند. تنها اینجا در سرای شهزاده حدود 280 تا 300 جواز صرافی صرافان دریافت کردند. محمد اسلام بهنوش، تلویزیون تمدن، کابل. و اینک بیننده چند خبر کوتاه باشید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت با نمایندگان و مسئولین 12 مؤسسه داخلی و خارجی که در بخش توانمندسازی متشبثین فعالیت دارند دیدار و تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا کرد. نورالدین عزیزی در این دیدار با تاکید بر رعایت قوانین حکومت گفت تمام مؤسسات موظفند که در فعالیت‌هایشان قوانین و مقررات کشور را در نظر بگیرند و مطابق به آن حرکت نمایند. قرار است 12 مؤسسه داخلی و خارجی پروژه‌هایشان را به ارزش حدود 7 میلیون دلار در ولایات کابل، پروان، هرات، بلخ، ننگرهار، بامیان، قندهار، زابل، لوگر، پکتیا، کنر، کاپیسا، بغلان و کندوز تطبیق کنند. گروه از کارشناسان سازمان ملل از استرالیا خواستند به تعهدات خود برای پرداخت غرامت و قربانیان جنایت جنگی در افغانستان عمل کند. کارشناسان سازمان ملل پرداخت نشدن غرامت به خانواده های قربانیان را غیر قابل قبول خواندند. آنها تاکید کردند که استرالیا بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی باید به قربانیان غرامت بدهد. کارزار تطبیق واکسین فلج اطفال از شنبه هفته پیش رو در شمار از ولایات آغاز می شود. قرار است این کارزار برای 4 روز در هرات، اروزگان، بلخ، هلمند، قندهار، زابل و نیمروز آغاز شود که در آن 2,400,000 کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. این پنجمین دور تطبیق واکسین پولیو در کشور است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون راه اندازی می شود. سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد بر ایجاد فضای اعتماد میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد. سردار احمد شکیب روابط کابل اسلام آباد را مهم خواند و گفت تسهیل تجارت و ترانزیت و رفع موانع صدور ویزا می تواند به حل مسائل میان دو کشور کمک کند. در حال حاضر اما گذرگاه های پاکستان بر روی موترهای باربری افغانستان مسدود است و بر رانندگان اموال بازرگانی اجازه ورود به پاکستان داده نشده است. افغانستان تو پاکستان. تأکید سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان بر ایجاد فضای اعتماد میان کابل اسلام آباد. سردار احمد شکیب در اینجا مؤسسه حل منازعات اسلام آباد روابط میان افغانستان و پاکستان را مهم خواند و بر تسهیل تجارت و ترانزیت و رفع موانع صدور ویزا میان دو کشور تأکید کرد.
روابط میان کابل و اسلام آباد بسیار مهم است. تسهیل تجارت و ترانزیت و برطرف شدن موانع بر صدور ویزا به حل مسائل میان دو کشور می تواند کمک کند. سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد در حالی خواهان تسهیل تجارت و ترانزیت میان دو کشور شد که هم اکنون گذرگاه‌های مرزی پاکستان بر روی موتورهای باربری از جمله میوه تازه مسدود است. آگاهان اقتصادی میگویند پاکستان همواره از موضوعات تجارتی و ترانزیتی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده و گفتگوهای دیپلماتیک برای عبور از این وضعیت اثرگذار است. ما وسایل معین فشاری ترانزیتی را بالای پاکستان پیدا کرده و پاکستان هم در حقیقت خودش میفهمه و وضعشان هم چندان خوب نیست، میتونیم که از او وضع استفاده بکنیم و به صورت قاطع باش با صحبت شویم و در صورتی که نباشه ما حال بازارهای کاملا نیوزینه ولی بازارهای وزی قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقزستان و یاره داریم که میتونه که در حقیقت کار را انجام بتن و یک بازار الترناتیف با ما بسازن. جدا از مسائل اقتصادی، در موضوعات سیاسی نیز روابط کابل و اسلام آباد نسبت به گذشته به سردی گراییده. آگاهان سیاسی میگویند پاکستان به تعهداتش در عرصه های سیاسی، تجارتی، تسهیل ویزا و مسئله مهاجرین افغان عمل نکرده. هیچ وقت پاکستان به تعهدات خود، به وعده هایی که کردن، در روابط خود و همچنان در تمام مسائلی که تجارتی بوده، سیاسی بوده و در مسئله مهاجرین افغانستان بودن، در تسهیلات ویزا و اینا بودن، هیچ وقت پابند تعهد نبوده و نه است. این همه در حالی است که سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد با اشاره به پروژه های بزرگ از جمله پروژه خط آهن افغان ترانس، کاسا 1000، تاپی، دهلیز اقتصادی واخان و بندر چابهار به اهمیت و توجه ویژه به عملی سازی آنها تاکید کرده است. شماره از زنان صنعت پیشه از وضعیت نامناسب بازار خرید و فروش صنایع دستی شکایت می کنند. آنان می گویند واردات بیش از حد کالاهای خارجی و اقتصاد ضعیف مردم صنایع دستی را با خطر سقوط مواجه کرده است. وزارت صنعت و تجارت هم می گوید که از زنان متشبث همیشه حمایت کرده و سهولت های زیاد را برای رشد صنایع دستی آنان فراهم کرده است. صنایع دستی تجلیگر هنر و خلاقیت زنان افغان، از قالین و نمد بافی گرفته تا خیاطی و خامک دوزی، صنایعی که در گذشته بازار گرم خرید و فروش در داخل و خارج از کشور داشت اما حالا با خطر سقوط روبرو شده است. این هم یکی از مراکز تولید و فروش صنایع دستی در کابل، مکانی که از مشتری و فروش خبری نیست، وضعیتی که نگرانی صنعت پیشه ها را برانگیخته است. خرید فروشش در افغانستان فیلن کسته فیلن اقدر زیاد نیه. به خاطر زیاد نیسته که در مردم کار نیستن. وقتی که کار نباشن مردم نمیتونه در داخل افغانستان صنایع دستی از لباس های دستوزی بخنن. مایشگاه که خودم شخصا اشتراک کدوم در میچند وقت پیش که در بامیان بود اصلا مفروشات نداشتیم. غرفه هم خودون بگرفتیم و موتو رفتیم. خیلی مصرف هم کردیم. دیگه فقط یک آشنیت پیدا کردیم. هیچ دونر تحویل کننده ما را چی نکد. همکاری نکد. کمک نکد. شماری از فروشندگان هم از عدم همکاری حکومت و بلند بودن مالیات شکایت می کنند و خواستار همکاری حکومت در این زمینه هستند. مالیه را از بسر ما کم کنه یا معاف کنه خیلی خوب میشه. واقعا مالیه قدر برای ما زیاد شده که یعنی ما توانی پرداختش اصلا نداریم. این می تقاضای ما است اگر صدای ما را بشنوه. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت اما میگویند که حکومت همواره حامی زنان متشبث بوده و در جریان 3 سال گذشته دست کم 1200 جواز فعالیت برای زنان توزیع کرده است. که بعد از فتح کابل هم تقریبا 12 جواز به خانم های سرمایه گذار توزیع گردیده است. در 7 سکتور عملا فعالیت دارند. مانند سکتورهای صحت، زراعت و مالداری، ساختمانی، امدادرسانی، دادخواهی، تجارتی، خدماتی و صنعتی. همچنان در تمام نمایشگاه های داخلی سهم فعال داشتند و در 2 نمایشگاه بیرون کشور نیز اشتراک نموده بودند. آگاهان اقتصادی تشبثات کوچک و صنایع دستی زنان را یکی از عوامل رشد اقتصادی و زمینه ساز فرصت های شغلی در کشور دانسته و خواهان توجه در این بخش هستند.
تشبسات کوچک و متوسط، کاروبارهای کوچک و صنایع کوچک و متوسط، سطح تعاملات کوچک اقتصادی یا مایکرو اکنامیکس تشکیل میتن و این سطح تعاملات اقتصادی میتونه که در صورت حمایت، تشویق، ترغیب و گسترش کمی و کیفی بیشترین جای کار بر مردم خصوصا در اقتصاد بازار ایجاد کنه. صنایع دستی که زبان و نماد فرهنگ جامعه می باشد، علارغم چالش ها صنعت پیشه ها می کشند تا این صنعت با سقوط کامل روبرو نشود. شمار از قالین بافان در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان کار بزرگترین قالین دستباف در سطح کشور را به اتمام رساندند. این قالین دستباف 40 متر است که ارزش فروش آن 50,000 دلار آمریکایی گفته شده. شماره از خانواده ها اما از نبود بازار فروش قالین و بهای بلند مواد خام شکایت کرده و خواهان توجه جدی حکومت در این زمینه هستند. روستای جنگ اغلی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان، روستای دورافتاده و با امکانات اندک، در دل این روستا اما ساکنان خلاق زندگی می کنند. محمد ابراهیم نزدیک به 3 دهه می شود که مشغول قالین بافی است. او می گوید به تازگی کار قالین را به اتمام رسانیده که در کنار کیفیت بلند 40 متر است و تا کنون شبیه آن در سطح کشور دست بافت نشده است. فعلا در سطح افغانستان نمی قالین ما از 24 متر چنگکی بلند دوخته نشده، با این کیفیت، با این دیزاین، با این گراف و اینمی قوانین قالین 40 متره است که چنگک باف هزارگی که ما کارگاهش را به طرح خود سفارش دادیم، جور کردیم و خود ما با خلاصه رهبری از قالین، با خبرگیری از قالین تنسیم قالین با کیفیت تمام درست کن. این قالین دستباف در مدت 8 ماه توسط 10 قالین‌باف ماهر بافته شده. در این روستا دست کم 500 خانواده زندگی می کنند که درآمد بیشتری آنها از راه قالین بافی تأمین می شود. این قالین بافان اما از بهای بلند مواد خام و نبود بازار فروش شکایت دارند. مشکلات زیاد داریم دیگه. مکتب نیست که درس بخونیم. ما کوشش میکنیم کار کنیم که تا پول پیدا کنیم بریم کورس بخونیم، درس بخونیم، کار کنیم دیگه. بله قاعدتا که ما که میوافیم بر فعلا بازار خراب است به خاطر اینکه خرید فروش بسیار کم است دیگه. مواد بعض وقت بر ما مؤثر میکنه، بعض وقت نمیکنه. این مشکلات است دیگه. بازار دور است، ما در یک نقطه دوردست قرار داریم. برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی، توزیع وسایل و دستگاه های قالین بافی و پرداخت قرضه های کوچک به قالین بافان از مواردی است که رئیس اتحادیه قالین بافان بغلان آن را از نیازهای جدی این خانواده ها می دانند. کسایی که در این رأس در رأس دولت هستند و از امارات اسلامی خواهش میکنیم که باید دست قالین بافا گرفته شوند. مشکلات زیاد دارن، مثلا همین 20,000 یا 25,000 دلار از این آدم بنده خدا این سرمایه گذاری کرده، فعلا همین در کجا سودا کنه؟ این باید از تجارا خواهش شود بین داخل افغانستان خصوصا دولت بغلان به سرمایه گذاری بکنن تا مشکلات مردم رفع شوند. خواستیم نظر ریاست صنعت و تجارت ولایت بغلان را در راستای حمایت از قالین بافان این ولایت داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق به انجام این کار نشدیم. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تجمع اعتراضی باشندگان ولایات بلخ و هرات در پیوند به ترور اسماعیل هنیه در تهران. معترضان خواستار اقدامات قاطعی کشورهای اسلامی علیه این جنایات شدند. شهادت اسماعیل هنیه ان شاء الله العزیز سبب ضعف مسلمانها نخواهد شد، بلکه سبب اتفاق و اتحاد همه کشورهای مسلمان ها انشاءالله خواهد شد. نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی در پیوند به ترور اسماعیل هنیه. کشورهای عضو این سازمان ترور هنیه در تهران را نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند. تجاوز و نقص حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران با ترور یک رهبر سیاسی در خاک این کشور اقدام شنیع است. و
و تعلیق فعالیت صرافی های بدون مجوز در 6 ولایت از سوی بانک مرکزی. اتحادیه صرافان اما میگوید شرایط اخذ جواز صرافی دشوار است و بانک مرکزی باید در این زمینه سهولت ایجاد کند. ما خواستار از این که هم در تضمین پول سهولت بیا کمتر شود و هم در نشان دادن سرمایه. با پایان بسه خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسه های خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما خوبان. تا درود دیگر. بدرود.